صدای انفجار و تیراندازی در اطراف حرم شاه چراغ چیراز. با ما همراه باشید، جزئیاتش رو بهتون میگم و صحبت‌های مسئولین امنیتی رو میشنویم و تصاویرش رو میبینیم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. خب ساعتی پیش در شب عاشورای حسینی، در مراسمی که در حرم شاه چراغ شیراز اتفاق افتاد، چندین صدای تیراندازی و انفجار شنیده شد. شاهدان عینی گفتن که این انفجارها و صداها از اطراف حرم بود و داخل حرم مراسم اخلالی توش ایجاد نشده. اینجور که فرمانده انتظامی فارس گفته، قضیه اصلا ربطی به حرم نداشته و مربوط به دستگیری یه سارق مسلح در اطراف حرم در یکی از بازارچه ها بوده. شنیده ها که از اینه که صدایی شبیه انفجار از نزدیکی بازار حاجی در اطراف حرم حضرت شاه چراغ به گوش رسیده و الان در حال حاضر همونطور که شبکه فارس به صورت مستقیم داره پخش میکنه، مراسم سوگواری شب عاشورا در حرم حضرت شاه چراغ بدون هیچ اخلالی در حال برگزاری و همه چی امن و امان و در آرامشه. اسماعیل قزل سلفی، معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، هم در این رابطه گفته انفجاری رخ نداده و همکنون در حال عزیمت به محل حادثه هستیم و اخبار تکمیلی و متعاقباً اعلام میکنیم. دقایقی پیش هم سردار روحان بخش حبیبی، فرمانده انتظامی نیروهای استان فارس، در جمع مردم در این رابطه گفت هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و یه سارق مسلح بوده که اون رو هم دستگیر کردیم. قزل سلفی نیز به خبرنگار ایسنا گفته همکنون در محوطه حرم شاه چراغ هستیم و اوضاع رو بررسی کردیم. هیچ مورد و مسئله خاصی نیست و هیچ مسئله امنیتی به وجود نیومده. همکنون پخش مستقیم برنامه سوگواری حسینی از حرم حضرت شاه چراغ در حال پخش زنده از شبکه فارس هستش. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور هم درباره این قضیه اظهار نظر کرده و گفته هیچ موضوع امنیتی و تروریستی در شیراز رخ نداده. در همین حال سید مجید میر احمدی، معاون امنیتی وزارت کشور، هم توضیح داده که صدای تیراندازی در اطراف شاه چراغ شیراز بوده و چند تیر هوایی به صورت سهوی از سمت نیروهای انتظامی شلیک کرده که برای ترسوندن سارق مسلح بوده و در حال حاضر هم اون سارق رو بازداشت کردن و مشکل خاصی وجود نداره. توی دو سال اخیر دو حادثه تروریستی در حرم شاه چراغ شیراز اتفاق افتاده که خیلی ها این حمله رو هم حمله سوم تعبیر کرده بودن. توی حمله‌ای که در سال 1401 اتفاق افتاد، فرد مسلحی با یک سلاح کلاشینکوف وارد حرم شد و بعد از مجروح کردن نگهبان حرم، 13 نفر از افرادی که داخل حرم بودن رو به رگبار بست و به قتل رسوند. تو این حادثه متاسفانه 13 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند که بین قربانیان این حادثه تعداد زیادی کودک و زن هم بودش. بعد از این حادثه تروریستی در شیراز، گروه داعش با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله رو پذیرفت. این حادثه درست بعد از شلوغی‌های پاییز 1401 اتفاق افتاده بود که خیلی ها اول تعبیر کرده بودند که این حادثه توسط معترضان اتفاق افتاده. خیلی های دیگه هم معتقد بودند که خود حکومت این حادثه رو راه انداخته که یه مقدار تمرکز اخبار رو از سمت اعتراضات به سمت دیگه بکشونه. ولی خب در نهایت با انتشار بیانیه از سمت داعش، مسئولیت این حمله تروریستی رو بر عهده گرفت. حمله تروریستی دیگه‌ای هم در مرداد ماه سال 1402 اتفاق افتاد که در این حمله هم یک نفر از خادمین حرم و یکی از محافظان حرم کشته شدند و 7 نفر دیگه هم در این حادثه زخمی شد. این دومین حمله ای بودش که در کمتر از یک سال در حرم شاه چراغ اتفاق افتاد و خبرگزاری های مختلف در ساعات اولیه حادثه اعلام کردند که یک نفر از عوامل حمله تروریستی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده. بر اساس شنیده ها از منابع
مختلف این مهاجمی که به حرم حمله کرده بود تاجیک تبار و اهل ولایت بدخشان عنوان شده بود. روز بعد هم رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد که 10 مظنون هم در این حادثه بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند که تحقیقات تکمیلی در این زمینه انجام بشن. اما این اتفاقی که امشب افتاد رو خیلی ها به حمله سوم شاه چراغ تعبیر کرده بودند که اینطور که نیروهای امنیتی و حتی شاهدین ماجرا اذعان داشتن، این قضیه اصلا حادثه تروریستی نبوده و صرفا بازداشت یه سارق در اطراف حرم بوده. ولی خب با اینکه این حادثه تروریستی نبوده، ولی ترس زیادی بین مردم در اون حوالی اتفاق افتاده بود و مردم از ترسشون به جاهای مختلف فرار میکردن. تعداد زیادی از مردم به پشت بام خانه ها پناه برده بودن و بعضی هم تو این ازدحام جمعیت دچار مصدومیت شدن. به گفته اورژانس شیراز 3 نفر به دلیل موندن زیر دست و پا به شدت مصدوم شدن. ولی با این حال خبرگزاری رسمی اعلام کردن که خبری که مبنی بر انفجار در حرم شاهچراغ و تیراندازی توی اون مطرح شده بوده به صورت کامل کذب بوده و این قضیه اصلا ربطی به حرم شاهچراغ نداشته و توی یکی از بازارهای اطراف حرم اتفاق افتاده بوده. خبرگزاری فارس هم در این رابطه اعلام کرده بودش که این حادثه به خاطر تیراندازی هوایی یکی از نیروهای حافظ امنیت حرم اتفاق افتاده و حادثه در خیابون نهم دی اطراف حرم بوده و اصلا توی بیشتر بخشای داخل حرم این صدا اصلا شنیده هم نشده. ولی خب اطرافی که بیرون حرم توی خیابونهای اطراف بودن این صدا رو شنیدن و اینجور تعبیر کردن که احتمالاً تیراندازی و انفجاری داخل حرم شاهچراغ اتفاق افتاده. دادستانی شیراز هم در این رابطه بیانیه‌ای صادر کرده و نوشته تیراندازی اطراف حرم شاهچراغ به صورت سهوی بر اثر سهل‌انگاری یکی از ماموران اتفاق افتاده. دادستان عمومی و انقلاب شیراز درباره خبر منتشر شده در فضای مجازی گفت صدای تیراندازی شنیده شده در اطراف شاهچراغ مربوط به شلیک سهوی یکی از عوامل امنیتی بوده و بر اثر سهل‌انگاری دادستان مرکز استان فارس هم با بیان اینکه صدای تیراندازی در یکی از خیابون‌های منتهی به حرم شنیده شده و در محدوده حرم امنیت کامل برقرار هست گفت مراسم شب عاشورای حسینی هم اکنون در حال برگزاری هست و هیچ خلالی توش ایجاد نشده. سید مصطفی بحرینی هم با بیان اینکه به محض وصول خبر یکی از معاونین دادستان شیراز و بازپرس ویژه در حرم شاهچراغ حضور پیدا کرد گفت ابعاد دقیق موضوع در دست بررسیه و در صورت کشف موارد دیگه از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع رسانی خواهد شد. خب رفقا حتما اگه اخبار جدیدی درباره این حادثه توی رسانه‌ها مطرح بشه و بیانیه‌ای صادر بشه براتون اولین نفر توی کانال قرار میدم. همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگولش رو فعال کنید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. حتما نظرتون رو هم در مورد این حادثه برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.